حالا یاسین محصول عشق یه باباش به همه بچه‌هاش، محصول یه عشقی هست که در اون عشق میخواد تو هم درجه خودش باشی. وقتی دلت به دل امام زمان گره خورد تمامه. معصومین با وضع دعا، زیارات، نماز، ذکر دائما میخوان ما هی یاد اون اصل خودمون و حقیقت خودمون رو کنیم و این ذکر ما رو بکشه بالا، این دعا ما رو بکشه بالا تا برسیم به کجا تغذیه شیم، این شیر رو بخوریم، شیر انسانی رو، تا به رویش برسیم. حالا آل یاسین اینجوریه، یعنی شما اگر ندونی کی هستی نمیدونی چرا امام بهتون میگه وقتی با من روبرو هستی به من بگو السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، معنی دار برادر، سلام بر تو موقعی که قیام میکنی و سلام بر تو موقعی که مینشینی. یا بحثی که امروز داریم سلام علیک حین تقرأ و تبین، حین تسلی و تقنوت. این وقتی که میفهمی کی هست قیمت میاد دستت، که تو داری به امام تو قشنگترین و زیباترین حالتش و حقیقیترین حالتش سلام میدی و با اون مشارکت میکنی، یعنی قربون اون نماز خوندنت برم، اون سلام بر تو با اون قرائتت، چون قرائت زمانی است که شما دارید در سوره هم تمام حقایق عالم اون چیزی که حقه اومده تو این سوره، یعنی متن حقیقت این، و امام خودش تو وسط این متن قرار داره، خودش عینیت داره با اون متن، یعنی همه اون حقایق تو وجود این شخص وجود داره و شما نمیتونی خودت این نماز رو بخونی. و حالا میای چیکار میکنی؟ میای برای اینکه بکشی بالا امام بهت یاد میده، میگه بیا تو نماز من شریک شو. برای همین ما جماعت داریم دیگه، امام جماعت هر چقدر بزرگ باشه، عارف باشه، حق نداره نمازشو فرادا بخونه. شما هم همینطور، شما باید چون قرار رحمان و رحیم بشیم هممون، باید نمازامونو با هم شریک بشیم، به قول امروزی ها اشتراک بذاریم. لفظ غربیش چی کار میکنیم؟ شعر میکنیم به قول امروزی ها، اشتراک بذاریم. ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یعنی اعبدو و استعین تو نمیگی، تو میگی نعبدو و نستعین، هممون، ما یه نفریم هممون. ولذا امام میاد چیکار میکنه؟ امام میاد نمازشو به اشتراک میذاره برای همه، این کسی وای میسه جلو و بقیه نمازشون رو با هم به اشتراک میذارن، میشن یه روح واحد. اونا که داستان سی مرغ رو خوندن توی تذکره عطار میدونن یعنی چی؟ داستان سی مرغ رو بخونید، سی تا مرغ که میشه سی مرغ، اینجوریه که یه عده با هم اوج میگیرن، با هم عاشقی میکنن، اما یه روح واحده، یه روح واحد. شما مثلا توی اربعین دیدید اگه بگی لبک یا حسین، لبک یا حسین تو خیلی معنا داره و قشنگه، ولی وقتی که اون چند میلیون با هم میگن لبک یا حسین، همه ی حس اون لبک یا حسین اون جمع میاد تو ذهن شما. برای همین هم تو بعضی جاها ذکرا رو میگن همه با هم بگید، مثلا تأکید میکنن. یکی عظیمترین ذکری که اسم اعظم هست که داری معادل تسبیح و معادل تحلیل و اینها هستش، همه رو میگیره صلوات. صلوات رو میگن در روایت داریم همه با هم بلند بخونید و بلندم بگید، تأکید شده معصومی که صلوات رو یواش نگه، خطرناکه یواش گفتنش، انقدر بده که حضرت میکرد که صلوات رو یواش میفرسته فرشته لعنتش میکنه. و وقتی صلوات رو بلند افراد میفرستن، تمام فرشته ها برای انسان طلب مغفرت میکنن. این مهمه که ما ها مشارکت کنیم، اون فریاده، اون جمعیه خیلی مهمه. حالا امام داره شما رو دعوت میکنه به مقام خودش، کما که شما تو زیارت عاشورا میگی چی؟
اسأله ان یبلغن مقام محمود لکم عنده. من همون مقام شما رو میخوام، میخوام بیام اونجا. امام داره روشش رو به شما یاد میده، میگه اگه روشش رو میخوای، روشش این است که بیای با عاشقانه دل بدی به نماز من، بیا مشارکت کن تو قرائت من، تو سلام من، تو قنوت من، تو قرائت من، بیا اینجا، بیا اینجا. شما نگاه کنید کسایی که در روایت داریم، کسی که یک کسی رو دوست داره، عمل یک کسی رو میخواد، اون عمل صحیحه، خوب یا بد فرقی نمیکنه. الان کسی داری کار خوب انجام میده، تو میگی آخ جان چه کار قشنگی انجام داده، همه چی گفتی چه کار قشنگی انجام داده، ثوابشو خدا بر تو هم مینویسه، چون تو از عمل خیر راضی هستی. قاعدهشو بخونم در نهج البلاغه براتون. الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم. علیه السلام فهمون کسی که راضیه به فعل قومی گروهی، مثل کسی است که داخل اون هاست و با اون هاست. الان یه عده‌ای داره اصلا کسی انجا داره با موتور رد میشه، یه خانومی داره رد میشه، به شوهرش هم میگه چه خوشباله اینا نشستن اینجا استقاسه میکنن، بیا بریم. اونم شوهر نفهمه، بد اخلاق، ول کن بخونم ببینیم حوصله داریم. الان من امروز میخوام جمعه مسابقه فوتبال نگاه کنم، بیا بریم خونه ببینم. اون زنه دلش اینجاست و تو خدا میگه اون که دلش اینجاست، همه چی هست اینجا اتفاقو به اون خانوم هم میدن. اون مشارکت خیلی مهمه، رضایت. لذا تو وقتی که خودت اون اوجو نمیگیری، اما از اوج خوشت میاد، از اوج خوشت میاد. یه در روایت داریم عالم و کسی که پای درس عالم میشینه گوش میکنه و کسی که شاهد ایناست اما خودش نمیتونه بره بشینه اونجا، دوستار عالم هم میره بهشت. دقت کنید چرا دوستار عالم میره بهشت. ها قدیمی ها یادتونه عکس مراجع رو، مثلا عکس از یه عکسی از حضرت علی، حالا یه عکسی که حالا به خاطر حقیقت هم نداره اما آدم باید حرمتش هم نگه داره، میزنن تو خونه هاشون، مثلا حرمت داره براش. این دله با این عکس است، این دله با این عکس است. مثلا عکس مراجع رو دوست داره، یکی میره عکس فوتبالیستا رو میزنه، یکی میره عکس زنای لخت رو میزنه، یکی میره مثلا عکس نمیدونم خواننده ها رو میزنه. عکس هر کس رو موبایلته قیمتت هم همونه، عکس هر کس تو دلته یا تو خونتون زدی رو دیوار با اونی قیمتت هم اونه. مشارکت یعنی همین. یک کسی میبینی فوتبالیست نیست اما عاشق فوتباله، همیشه هم تشویق میکنه، دست میزنه، کف میزنه، بیشتر از خود فوتبالیست هم هرز و جوش میخوره. یعنی اونی که گل خورده سکته نمیکنه، ولی ما دیدیم با تماشاچی ها بعضی هاشون سکته هم زدن، مردن اصلا. این من با چشم خودم دیدم که اینجور اتفاق افتاده. برای همین قلب هر جا باشه تو اونجایی. روی حساب حضرت میخواد تو رو قلب تو بیاره تو نماز خودش، تو قیام خودش، تو قرائت خودش. السلام علیک هینا تقرأ و تبیه. چقدر قشنگ، سلام بر تو موقعی که قرائت میکنی و موقعی که تبیین میکنی. خب قرائت چیا داره؟ قرائت همه حقایق عالم اومد تو سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم، که حضرت میگه همه سوره حمد تو همین بسم الله شه، یعنی همه چی تو این بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین. تمام مشکلات اخلاقی روحی استرابای آدمو میگیره، ولی وقتی نمیدونی چیه هیچ فایده ای نداره. شما لفظ داری، با لفظ داری یه نماز قلابی پلاستیکی میخونی، دوباره چی؟ دوباره الرحمن الرحیم. اینش خیلی معرکه است که این تکرارش کرد خدا، اصلا جایی نداریم اینجوری خب بسم الله الرحمن الرحیمشو داشتیم. دوباره الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، من با کی روبرویم؟ الله و اله من کیه؟ صاحب قیامته، روز جزا. پس یه روز جزایی هم وجود داره که ما به جزای همه کارامون میرسیم، خوبی ها، بدی ها. و یه چیزی که زندگی ما رو خیلی آروم و شاد میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. انقدر این شراب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگه کسی بفهمه چی داره میگه، قویه ها. که شما وقتی میرین مسجد جمع کردن میخوای نماز امام زمان بخونی، میگه به این یه جمله که میرسی صبر. ائمه این کارو میکردن،
گفت صد بار بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان رو از تمام معضلات و مشکلات روحی، اخلاقی، فکری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نجات میده. این که من قیمتم این است فقط الله رو عبد باشم نه کسی دیگه. من از هیچ کس الگو نمیگیرم. یکی از چیزایی که خیلی حسرت میاره برای ما بعد از مردن همینه که ما نماز نخوندیم. دو رکعت نماز نخوندیم. دو رکعت نماز خیلیه. انقدر خیلیه که حضرت فرمود اگه کسی دو رکعتش پذیرفته بشه تمامه. دو رکعتش پذیرفته بشه تمامه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید کافی رو، روح شاد شهید کافی. من اتفاقا بچه بودم بالا سرش بودم اون موقع که ایشون رو به شهادت رسوندم. میگو تو حدیث خونده بودم که اگه کسی دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه خب این دو رکعت خدا قبول کنه. گفت خیلی تلاش کردم بالاخره بعد از مدت‌ها یه دو رکعت نماز با حضور قلب خوندم. خیلی خوشحال بودم ولی بعدش یادم افتاد وضو نگرفته بودم. دو رکعت کسی نماز بخونه امام داره تو رو میاره توی این زیارت آل یاسین میارده بدون داره چی میخونی ها. داره میگه تو بیا تو نماز خودم، بیا تو بگو عشق من نماز توه. تو وقتی میگه عشق من نماز توه با امام زمان تو اون سیون داره میگه و خودش تو اون مدحس مشارکت میکنه. وقتی دلت به دل امام زمان گره خور تمامه. یعنی درست نماز خودت خیلی به درد نبخوره، نمازه ما بیشتر توحید به خداست، ولی تو با اونی که تو متن حقیقته. چون امام زمان همه ذاتش با ذات خدا در ارتباط، یعنی امام ذاتش با ذات خدا، صفاتش با صفات خدا و افعالش با فعل خدا و یکیه. میشه خلیفت الله دیگه، میشه خلیفت الله. اما آتاکم الرسول فخذوا اما نهاکم عنه فانتهوا ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هیچ وقت از روی هوای نفس حرف نمیزنه، هر چی میگه متن وحیه. امام اینه، خلیفت الله است. یعنی همه ظهور خدا. پس امام قوی ترین ارتباط و حقیقی ترین ارتباط با حق تعالی داره. حالا چون بچه‌شی میگه تو بیا با من مشارکت کن تو اینجا. بیا با من. پس ما قرائت رو اگه بدونیم چیه، اون موقع است امام که داره قرائت میگه ها، تو بگی سلام به قرائتت. اما وقتی تو نمیدونی قرائت چیه، خودت هم قرائت نداری، مفهومی از قرائت درک نمیکنی، سوره حمد رو نمیشناسی، یه سوره توحید رو نمیشناسی چیه، برای همین وقتی که امام تو اون اوجه تو اصلا با اون ارتباط نداری. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. من فقط میخوام راه این چهار گروه رو برم، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. انعمت علیهم این چهار گروه هست، الگوام، رفیقام، دوستام، آرزوهام، اونایی که برای دنیا و آخرت میخوامشون این چهار تا هست. من با کوتوله ها، کوچولوها، جهنمی ها، قافلا، اونایی که اصلا نمیدونن کیان نمیتونم دوستشم، نمیتونم ارتباط بگیرم. خیلی قشنگ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. اینا رو ترد میکنم، اونا که تو بهشون غضب میکنی من با اونا نه، ولا والین، اونایی هم که گمراهن من با اونا هم نمیتونم ارتباط بگیرم. همه داستان خلقت و عقود رو همه یه سوره وارد بشیم. حالا یه سوره هم میخونید شما دیگه، این سوره هم یه سوره هم میخونید، میشه قرائت شما. امام تو اینجا میگه تو بیا به عمادت من سلام کن، تو بیا به قرائت من و تبیین من سلام کن.
سلام علیک هینا تسلی و تقنوت، سلام بر تو اون موقعی که تو داری، حالا این قرائت بود، بعد تو میری سراغ چی؟ تمام نماز امام، فقط قرائتش نه، جزئیاتش هم میگه بعدش ها، ولی میگه هینا تسلی و تقنوت، اون که تو داری نیایش میکنی. خب نیایش امام چیه؟ امام وقتی دستشو میاره بالا برای قنوت چی میخواد بگه؟ الان ما میخوام عالی ترین کلمات رو انتخاب کنیم تو ارتباط با حقیقت مطلق با الله. کی باید ما یاد بده ما چی باید بگه اونجا؟ قیمت آدم ها نوع دعاهاشونه. نوع دعایی که شخص تو قنوت داره میگه قیمت این آدم مشخص بود. آدم ها بر اساس شناختی که از خودشون دارن دعای قنوتشون رو انتخاب کن. نه قنوت نماد نیایشه. دستتو میگی بالا. برای همین تعدادی از فقها ها میگن تو فارسی هم گفتی گفتی. فارسی بگو. حقیقت دلتو بریز بگو اینجا الان. حالا این تو هستی که میخوای دستتو بیاری بالا و دریافت بکنی. با دو دستت هم بگیری دیگه، چون دو دست موقع میاد بالا حکایت از نهایت طلب میکنه. نهایتی که خیلی براش ارزشمنده دو تا دستی میگیردش، یه دستی نمیگیره اونو. چطور خدا میگه من شما رو با دو تا دستم خلق کردم، خلق تو به یدیه. به شیطان میگه که چی باعث شد که چیزی که من با دو تا دست خودم اینو خلقش کردم سجده نکنی؟ خدا رحمت کنه علامه در المیزان میگه وقتی خدا میگه دو تا دستم یعنی من خیلی حواسم رو داشتم اینو میآفریدم، یه دستی خلقش نکردم، دو دستی آفریدمش، یعنی همه وجودم رو من خدا ریختم تا این بشر رو آفریدمش. حالا خدا میگه تو هم دو تا دست تو بیار بالا، یه دستی نمیخواد بگیری، دو تا دست تو بیار بالا بگیر. خب چی میخوای بگی الان؟ خب آدمی که زیرکه میگه چی؟ میگه آقا هر چی ماما زمان میگه قربون قنوت تو برم، قربون اون دعاهای تو برم، هر چی آقا میگه، هر چی آقام گفت، هر چی بابام گفت، هر چی خلیفه تو داره میگه به ما هم بده، چون منم برای مقام اون آفریده شدم، منم آفریدم شدم که به این مقام برسم، پس هر چی اون گفت. اینه که ما در زیارت و دعا تابع خلیفه هستیم، ولی به شرطی که فارسی بخونیم نه عربی. این خیلی مهمه، باز بارم تأکید میکنم برای بار چندمی که فرمودن دعا زیارتاتون و دعاهاتون رو فارسی بخونید، برای اینه که تو بدونی داری چی میگی، بدونی معصوم چی خواسته، تو هم همونو بخوای، ولی نه که باش جملات عربی بخونی و اصلا نمیدونی چی داری میگی، تو خواسته تو نیست، چون تو اصلا تو به مقام خواستن نمیرسی، چون نمیفهمی داری چی میگی، اصلا متوجه نیستی داری چی میگی، بدون داری چی میگی. نماز و وقت بذاریم بفهمیم داریم چی میگیم، بفهمیم صبح چرا وقتی در رکوع هستیم خدای ما عظیمه، اما وقتی به رکوع به سجده میریم خدای ما اعلاست. ها چرا اونجا رب توه و رب عظیم توه و وقتی میری رو سجده اون رب اعلای تو میشه. وقتی من اینو ندونم فقط همجور ذکر علکی چیزی میگه ولی حقیقت نداره. امام چقدر ما رو دوست داره، چیکار کرده تو زیارت آل یاسین تا کجا ما رو میبره بالا؟ بیا تو همه حالت ها پیش خودم با من باش. میگه به حالت های من سلام کن، سلام به اون حالت. اگه آدم بتونه به حالت یه نفر سلام بکنه، درود بفرسته، تاییدش بکنه، گناه باشه تو نامه عملش هست، ثواب هم باشه تو نامه عملش. راضی به فعل قومن که داخل فیلم معه ها. اگه انسان حسرت اهل فحشا رو بخوره، حسرت گناهکارا رو بخوره، حسرت
قافله رو بخوره روز قیامت با همونا محشور بشه، چون قلبش با اوناست. هر جا قلبت هست همون. آبا اگه حسرت بهشتی ها رو بخوره، حسرت نورانی ها رو بخوره، حسرت آدم ها رو بخوره، همین حسرت آدم ها رو بخوره. چطور میگه دوستدار عالم، دوستدار عالم هم نجات پیدا میکنه؟ میگه این اصلا یعنی عالم خوشم میاد. با سوادم ندارم، نمیدونم که حالا چی میگه چجوری است، ولی اصلا عالم میبینم خوشم میاد. پیرمرد پیرزنای قدیمی یادتون هست؟ بابا ننه های خودمون خیلی هاشون همینجوری. اینه که میگه نگاه کردم به عالم، نگاه کردم به در خونه عالم هم عبادته، نگاه کردم به دریا عبادته، نگاه کردم به قرآن عبادته. قرآن اصلا معنیش هم نمیدونم، همینجور نگاهش میکنم خوشم میاد ازش، دوست دارم باز کنم. من دیدم آدمای بی سواد رو دیدم، اینقدر عاشق قرآن هستن نمیفهمه چیه، ولی بازش میکنه، دستش رو میکشه رو این آیات، میکشه رو صورتش، بوسش میکنه، این قلبش این توه، قلبش اینجاست، بانش اصلا نمیتونه بخونه. پس تو همه وجود تو قلب توست، همه وجود تو دل توست. اینجا امام داره تو رو قلب تو میکشونه از پایین، از تو لجنزار ارتباطات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی میکشونه تو نماز خودش، میکشونه تو مقام خودش، داره قلب تو میبره تو اون صحنه. دقت کنیم، آل یاسین خیلی عظمت داره. آل یاسین محصول عشق یه باباست به همه، بچه هاش. آل یاسین محصول عشق امام هست به شما، امامی که فقط دوستتون نداره، محصول یه عشقی هست که در اون عشق میخواد تو هم درجه خودش باشی. این خیلی مهمه، تو حس اونو باید بفهمی که اون میخواد تو هم درجه خودش باشی، اون نمیخواد تو بری بهشت. بهشت که حیوانا هم میرن، دیوانا هم میرن. او میخواد تو هم درجه خودش باشی، بالاتر از بهشته. پس حس امامتو درک کن که او داره با چه حسی، با چه عشقی داره پات میریزه، چجوری داره بهت نگاه میکنه. این که امام زمان دوست داره من پیش خودش باشم، این که مادرم فاطمه زهرا نگران منه، من به خود من سالم متولد شم، به عشق مادرم کلاه نکن، به عشق مادرم، به عشق خاله بودم آدم باشم، گناه نکنم. اصلا اون دوست داره، اون چون میاد بالا سر من همیشه، موقع وفاتم اون میخواد بیاد بالا سر من، بابام امیرالمومنین میخواد بیاد. خیلی بده موقع تولد بابام منو یه جوری دیگه ببینه، حیوان ببینه، خوش ببینه، الاغ ببینه، سگ ببینه، خیلی بده. روم نمیشه بهش میگم این روحی که از خودتون به من امانت دادید من تبدیلش کردم به یه گرگ، به یه سگ، به یه خوک، به یه روباه تبدیلش کردم، حالا اینجوری اوردم تحویلتون. آدم حتی حتی مراقب دل خانم آدش باشه. خوب چه مادر من فاطمه زهرا بابا باید رو ببینید چجوری دوست دارم تولد بشم، چقدر کیف میکنن که من بزرگ متولد شم، یعنی وقتی متولد شدم شبیه ترین آدم ها به اینا باشم. چقدر دوست دارم من شبیه ترین آدم ها به اینا زندگی کنم. همین عشق کافیه، همین عشق که او چجوری من نگاه میکنه و چجوری دوستم داره. بذار وقت زیات عاشورا میخونید، آل یاسین میخونید، جامعه کبیره میخونید، حواست به دل امامات باشه که اونا تو رو چجوری دوست دارن، تو چجوری تو چشم اونا بزرگ و قهرمانی، چجوری قیمتی هستی تو چشم اونا. پس برو سبک زندگی تو تنظیم کن، برو هرچی آشغاله، هرچی کثافته، هرچی لجنه، هرچی چیزای زشته، هر چیز شرم‌آور تو زندگیت بکش بیرون، بریزشون دور اینا رو.
هرچی فرشته ها حالشون رو به هم میزنه بریزش دور. هرچی که سبک زندگی شیطانیه، سبک زندگیست که دشمنان امام زمان دوست دارن، بذارش کنار.